شیبو فاسا که اش از شیرمای سرپور می باشه که در اونجا زندگی میکردم، یک زندگی آرام و خوب داشتیم که بالاخره یک روز طالبا آمدن به حساب شوهر مرا بردن. بعد از چند مدتی که تی شد جنازه شوهر مرا آوردن، بعد از اینکه دفن کردن و اون مدتی که ایره برده بودن گفته بودن که جاسوسی دولت میکنه و دولت خبر میتن این جاسوس است. به مو حساب ایره پوش شدن و جسد زیر ما آوردن ایره دفن کردن. بعد از این که چند روزی که گذشت طالبا باز آمدن که من خود مرا ببرن به خود نکاح کنن که در این مدت کلان های منطقه جمع شدن و اینا را نماندن. گفتن که خودش یک بیوه است، چند روز میشه که از کشتن شوهرش تیر شده، شما چطور میتونین ببرین میره؟ همه چند روزی که گذشت یکی از همه از قریه یکی بسیار به مشکل مرا آوردن به ولایت سرپور که از ولایت سرپور هم به یک مشکل ما آمدیم. فعلا به جاوجان هستم که در اینجا یک زندگی نارام دارم، همونتون نام گم یک جای زندگی میکنیم که خانه ما یک به حساب نامش یک خانه است. همین روزگار ما تیر شده یه اولادای ما همه قسم روزی سر رو پر پیدا میکنن که او همون زندگی ما تیر نمیشه. با این زندگی کردن مشکل است که دولت یک بار آمده به حساب که توزیع مواد توزیع کردن، دیگه بعد از این دولت به ما کدام کمک نکردن. اینجا رو فعلا یکی من راهنمایی کرد که بیاد حقوق بشر برو همینجا، شاید کسی به دادت برسه. من اینجا آمدم همین چیزی که سرگذشت زندگی من بود من برای اینا قصه کردم که بالاخره یکی به داد من برسه. من اینجا آمدم در حقوق بشر که در هر امکانات شود، هر جایی که شود یک امید زندگی بر من باز شود، یک جایی شود که زندگی ما آرام باشد، زندگی می دو تا اولاد ما آرام باشد که هیچ زمستان است عوام سرد است، زندگی کردن مشکل است، که یک خانه است که در اونجا اصلا جای زندگی نیست. دیگر خودم هم که هیچ کسی ندارم که به داد من برسه. آخر بالاخره زندگی خودم چی میشه، زندگی اولادم چی میشه، من ایران هستم که چطور پیش ببرم. از دولت ما می رو می خواهیم که دیگر به می جنگ بس کنن و سر کنن و امنیتی را تامین بکنن که مثل من بیچاره و مسکین بسیار است که نمیتونن سر جای زندگیشان زندگی کنن. در اونجا شوهر من یک زندگی خوبی داشت، یک زندگی آرامی داشتیم که دکاندار بود، جاسوس نبود که به حساب جاسوس کشتن. اونجا زمین مانده، جای مانده، باغ مانده، کنارم طالبا گرفته، حالی ما نمیتونیم پس اونجا بریم زندگی کنیم.